دکتر به پنج اصل از اصول شانزدهگانه‌ای که در طبقه بندی ایشان هست اشاره کردند. اشاره کردند که اولین ویژگی عشق و شخص عاشق ایثار است، دومی اطمینان است، سومی استقلال است، چهارمی آزادی و آزادگی است و پنج مسئولیت و مسئولیت پذیری است. در واقع عشق فقط کمند ابروی یار نیست، خیلی چیزها رو به دنبالش میاره تا شما اون رو بتونید عشق بخونید. بینندگان عزیز، در خدمت جناب دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمد. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. خدمت شما بینندگان خوب عزیزم سلام عرض میکنم. نسبت به همه گفتگوهایی که با شما داشتم همیشه نظرات مثبت زیادی رو دریافت میکنم، اما گفتگوی قبل متفاوت بود و چون در اون گفتگو فقط یک نفر صحبت میکرد، منم پرسش‌های ابتدایی خودم مطرح میکردم، خیلی همه تحت تاثیر حرفهای گرم شما و طبقه‌بندی شما و اصولی شما از عشق قرار گرفته بودن و شما هم خیلی خوب بهش پرداختید، پنج اصل رو بیان کردید. حالا قراره که ما به اون 16 اصل برسیم، هیچ اجباری هم نیست که در این جلسه برسیم، اما تو که خودتون پیشبینی کردید ممکنه که این یه جلسه بیشتری هم بخواد برای پرداختن بشه. فرمودید که ایثار، اطمینان، استقلال، آزادی و آزادگی و مسئولیت و مسئولیت پذیری، اینها 5 تا از اون اصول 16 گانه است. اصل ششم، من اجازه بدید توضیح کوچکی عرض کنم. اول اینکه در گفتگوهای قبلی من و شما به اینجا رسیدیم که چیزی به اسم عشق وجود داره که قابل تشخیص و تفکیک از بقیه احساسات و عواطف و هیجانات انسانی است. دوم اینکه عشق در وجود انسان باید کاشته بشه، درست مثل زبانی که باید آموخ تا بتونیم عشق بورزیم و عشق بپذیریم. و این نکته رو عرض کردم که در کودکی میتونن پدر و مادر در وجود ما این عشق رو بکارن اگر یه نکات و اصولی رو رعایت کنن. اگر اونها نکاشتن، بین 8 تا 18 سالگی یه چنین فرصتی به پدر و مادر داده نمیشه، خود کودکم یا نوجوانم از عهده‌اش بر نمیاد. پس بعد از 18 سالگی در بزرگسالی ما میتونیم عناصر و ویژگی ها و صفات عشق رو در وجود خودمون بکاریم و از اون مجموعه توانایی عشق ورزی و عشق پذیری رو پیدا کنیم. اینجا به این نکته اشاره کردم که سلامت روانی و خوشبختی و مسیر رشد و تکامل که به هر حال بحثی است در خود این عشق هم موضوعی است که به عشق شباهت پیدا میکنه و نزدیک است. به بیان دیگه اون اجزا و ارکان عشق در انسان سالم و در انسان خوشبخت هم دیده میشه. همطور که به درستی اشاره فرمودید، من و نه دیگری 16 تا ویژگی رو براش قائلم، ولی هر تقسیم بندی به همون اندازه درسته که تقسیم بندی من هست. عرض من این بود، همطور که فرمودید، آدم عاشق و یا عشق این ویژگی ها رو داره. بنابراین اگر شما این مجموعه رو داشته باشید اون ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری دارید. اگر شما همه این درس ها رو گذرونده باشید جراحید یا دندان پزشک. اگر شما همه این اجزا و مطالب مربوط به یه زبان رو بدونید به اون زبان میتونید تکلم کنید. بریم سراغ شماره 6. شماره 6 و 7 به نوعی به هم مرتبطند. علت چم این هست که در گفتگوهای قبلی هم عرض کردم که مغز ما به دو نیرو باید مجهز باشه و الا عکسش اگر باشه همیشه اخلال و اختلال در زندگی من شما به وجود بیاره. یکی امنیت، یعنی سکیوریتی، به این معناست که من از یک امنیت برخوردارم و یه احساسی از تداوم و استمرار و قرار رو میکنم که در زندگی لازم هست و در نتیجه آدمی نیستم که احساس عدم امنیت بکنم و به خاطر اون گرفتار بشم. یعنی حالا بخوام کسی رو کنترل کنم، بخوام مالکیت رو بگیرم، با شک زندگی کنم، با سوء ظن زندگی کنم. و این مفهومی است که شما از نظر اجتماعی هم دارید. در برخی از کشورها امنیت اقتصادی بیشتری وجود داره، در برخی از کشورها امنیت حقوقی و قانونی وجود داره، در برخی از کشورها امنیت مالی وجود داره یا شغلی وجود داره، و
و در نتیجه گفتگوهای مختلفه. آدم عاشق از یه امنیتی برخورداره و بنابراین در کنار او شما با موضوع عدم امنیت و یه مقدار نگرانی ها و دلهوره ها و حراس ها در ارتباط با او و در چارچوب رابطتون روبرو نیستید. بنابراین شماره 6 رو میتونم بگم امنیت و 7 که به دنبالش هست که در مغز گره خورده آرام میشه، یعنی من ریلکس هستم و به اصطلاح کام هستم. شما میدونید شرط موفقیت در این آرامشه و به همجاست که ویژگی سلامتی و ویژگی خوشبختی هم در این آرامش، یعنی من آدمی هستم که حرکت میکنم ولی وقتی که بادی در حقیقت میوزه، ولی بی خودی خودم در خودم دوچار اون استراب و التهاب نیستم، یعنی من یه دنیای طوفانی و بسیار در حقیقت آزار دهنده رو با خودم این ور اون ور نمیبرم. بنابراین ویژگی شماره 7 آرامشه. چرا این دوتا رو پشت سرم عرض کردم؟ همطور که قبلا در برنامه داشتم، به نظر میرسه که بعد از رفع احتیاجات فیزیکی و مادی اولین احتیاجی که پیدا میشه امنیت و آرامشه و این به دلیل مسئله درد و مرگ در طول تاریخ تکامل انسان در مغز جا گرفته. بنابراین آدم عاشق نمیتونه با عدم امنیت و با استراب و نگرانی و وحشت به طور کلی و در ارتباط با معشوق روبرو باشه. بنابراین شماره 6 و 7ش امنیت است و آرامش. حالا وقتی که این به وجود آمد، شماره 8ش اون لغتی است که در زبان انگلیسی هست و ما در فارسی یه نوعی باید معادلش پیدا کنیم و اون در زبان انگلیسی است caring، که در حقیقت مواظبت و مراقبت و دلسوزیه. چون مفهوم caring و compassionate یه معادلی داره، مواظبت و مراقبت دلسوزی و مسئله شفقته، ماجرای نوعی مهربانی است که در وجود یه آدمه. شما نمیتونید آدمی باشید که مواظب و مراقب و دلسوز نباشید و ادعای عشق بکنید. برخی از مردم مواظب و مراقب نیستن، انتظار دارن دیگران از اونها مواظبت و مراقبت کنن. برخی از آدم ها اصلا دلسوزی به اون صورت ندارن، یعنی حاضر نیستن هزینه سنگینی بدن برای اینکه شما برداشت و دریافت مختصری داشته باشید. چون این مفهوم دلسوزی یعنی یه نوعی خود رو به حساب نیاوردن و ضرر و زیان رو پذیرفتن. بنابراین شماره 8 اون caring، مواظبت و مراقبته. معلومه که همراه با این اون نعمتی میاد که اگر آدم نداشته باشه زندگی براش جهنمی. و همطور که بارها عرض کردم فقط یک جاده و یک راه ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. یعنی آدم عاشق یه موجودی است که با مفهوم بخشش همراهه. البته در اینجا استاری میدونید خطری که وجود داره این است که اون پروسه و فرایند بخشیدن رو که در حقیقت فهمیدن اشکال و اشتباه و حتی خطا و گناه و کار بد دیگری رو به درستی متوجه شدن و در ذهن و زندگی خود اون رو به گونه‌ای تفسیر و تعبیر کردن و ازش گذشتن موضوع اصلی و اساسی است و این با گذشت و تأمل و فداکاری متفاوته. چون در گذشت و تأمل و فداکاری شما به یه آدمی که کار بدی کرده یا اشتباهی کرده اهمیتی نمیدید یا نوعی تشویقش میکنید یا به روی خودتون نمیارید و حتی فکر برید که چه خصلت خوبی است که من بگذرم، گذشت کنم، تحمل کنم، فداکاری کنم. از او آدم بدتری میسازید، او اون کار بد رو با شما و دیگران هم خواهد کرد، شما به دلیل آسیبی که خوردید به خودتون و دیگران و حتما او آسیب میزنید و بنابراین همه چیزش بده. در نتیجه من به گذشت و تحمل و فداکاری ابدا باور ندارم و اون یه پروسه دیگری است. امیدوارم اینو اشتباه نکنیم، چون در فرهنگ ما همیشه حرف از گذشت و تحمل و فداکاریه. نه، اون حتما اشتباهه، بخشش درسته. برخی از اوقات هم دوستان ماجرای گذشت و تحمل و فداکاری رو با مسئله سازگاری اشتباه میکنن، اینکه ما قراره وقتی که با همیم در مسیر سازگاری حرکت کنیم، یعنی از حقوقی، از احتیاجی، از خواسته‌ای بگذریم برای که با همیم، شرط بودن با همه، یعنی من نمیتونم صد بمونم و شما هم صد و در نتیجه هر دو راحت باشیم. اون یه رابطه دورادوره که مثل اتومبیل اینجاییست با اتومبیل دیگری. روزی که شما به یکی نزدیک شدید
ناچار باید 10 و 20 و 30 رو از آنچه که میخواید یا حتی جدول ترجیحات شماست بگذارید، در مقابل او هم از 20 و 30 بگذره، 70 و 80 او رو بگیرید و با 70 و 80 خودتون 140 یا 150 یا 160 بسازید. اینجا اون مسئله سازگاری است که افراد ازش بهره میگیرن. با سازش هم متفاوته که اون یه بازی از سر فریبه. این مفاهیم مفاهیم مهمی هستن که تو ذهن به نظر من باید تفکیک بشن. برابر این عنصر نمیدونم شماره 9 شاید باشه، عنصر بخششه که بدون اون من شما رو در جهنم نگه میدار. آقای دکتر هلاکویی، این نکات که تا اینجا شما نقطه هستی که فرمودید، اینا همه در تعریف عشق است و ویژگی های عاشق. خب این که دیگه هیچ از این عاشق باقی نمیذاره. یعنی یه آدم عاشق یه آدم پاک منزهه، یعنی یک لوح سفیدی است که معشوق روش میتونه بنویسه هر چی دلش خواست. نیست، معشوق باید چیزای خوب روش بنویسه و الا نمیگذاره چیزای بد بنویسه. ببینید حسنالی، مطلبی که میفرمایید بسیار ظریف و دقیقه. ما از یه طرف میتونیم انسان رو ببریم به سمت آدم سالم و آدم خوشبخت، از یه طرف میتونیم ببریمش که در آنچه که مفهومش در ذهن بسیاری است به یه آدمی که هیچه و نیسته. اگر به من بفرمایید این ویژگی هایی که تا به حال گفتم و بعدا ادامه میدم ما رو به کدوم سمت میبره، عرض من این است که به سمت سلامتی و خوشبختی و نه هیچ بودن و نبودن. به همین جهته که این توهم نهایی که در ذهن ما هست، عشق یعنی نبودن، یعنی نیستی، یعنی خود رو به حساب نیاوردن و نادیده نگاشتن، اصلا اینجا معنایی نداره. فرض کن همین 3-4 مورد آخر یا این دفعه خدمتتون عرض کردم، ماجرای امنیت، موضوع آرامش، موضوع مواظبت و مراقبت یا بخشش، هیچ کدام از اینها معناش این نیست که من خودم رو رها میکنم یا هیچ میدونم. مفهوم بخشش در درک اینه که دیگری اشتباه کرده یا کار بدی کرده، در فهم این موضوع است که چگونه با تفسیر و تعبیری و برخورد درستی شرایطی رو به وجود بیارم که من بتونم ازش بگذرم و او رو هم آزاد کنم و با آزاد کردن او خودم رو هم آزاد کنم. این اون مفهوم بخششه. در اینجا معناش این نیست که من به او اجازه میدم کار بدی بکنه. و دیدید که مشخصا عرض کردم با گذشت و تأمل و فداکاری مخالفم، در حالی که در عشق به مفهوم بسیاری اصلا فناست، نیستی نبودنه، اصلا گذشت و تأمل و فداکاری نیست. تو اصلا قرار نیست دردت بیاد، تو اصلا قرار نیست بفهمی درد چیه، تو قرار نیست اصلا بفهمی او کاری که با تو کرده دردآور بوده یا خوب و بد بوده. بنابراین ملاحظه میفرمایید که دقیقاً با وجودی که استالی به دلیل اون مفهوم کلی که در ذهن ماست من رو که از اون مرکز که معمولاً بحثای عادی است خودم رو بیرون کشیدم، به جای اینکه من رو در سمت راست ببینید شما به سمت چپ بردید، در حالی که علت این بردنتون این است که در ذهن بسیاری از ما نبودنه. درست مثل داستانی که در مثنوی آمده که معشوقی در زد، طرف گفت کیه، عاشق پاسخ داد، یا عاشقی در زد معشوق گفت کیه، عاشق پاسخ داد منم، درشو باز نکرد، تکرار شد تکرار شد، بعدا خسته شد و رفت، با کسی صحبت کرد، او رو پخته کردن، حالا هرچه، و این دفعه آمد و در زد و گفت کیه، گفت توی، و در رو باز کرد. اون مفهومه که ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه، اون مفهومه که بسیاری از ما فکر کنیم اگر به اون اوج عشق برسیم ما برای خودمون هیچی نمیخوایم، ما فقط او رو داریم. و به همین دست که عکسش هم میگیم، تو فقط منو دوست داشته باش دیگه هیچی مهم نیست، تو فقط منو دوست داشته باش، من با هر چیزی میسازم. و اینا اون خطری است که وجود داره. و همین جاست که خطر دیگه تو چارچوب ازدواج ها و یا رابطه ها پیدا میشه. چرا با این آدم ازدواج کردی؟ چون منو خیلی دوست داشت. در حالی که او تو رو دوست داشت، اگه تو دوستش نداشتی برای چی باش ازدواج کردی؟ و اینا نشون دهنده اون مطلبی است که استالی
بهش اشاره فرمودید، یعنی اون سمت که میریم توش نیستیه، اون سمته که اون آدم اصلا کاغذ سفیدی نیست، لوح سفید نیست، کسی روش چیز، اصلا اون نیست و اصلا وجود نداره. و این اون چیزیست که برخی از اوقات ما در مفاهیم است که میخوام برم در تو گم بشم، من اصلا نیستم، نمیخوام باشم، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. نمیخوام وارد بحث اشعار بشم، چون موقع برخی از اوقات دوستان یه حساسیت هایی نسبت به شاعر پیدا میکنن، اونجا حق با شماست، ولی اون اصلا نگاه من نیست. تا به حال آنچه که شما بهش اشاره من کردم و بهش توجه فرمودید، نشان از وجود و هستی یه آدمه و نشان از یه توانه. به من میفرمایید این آدم قرار آدم سالم خوشبختی باشه؟ میگم عشق در چارچوب سلامت روانی خوشبختیه، درست مانند موفقیت که در این چارچوب خارجش موضوع دیگه و مطلب دیگه. در این چارچوب یا عشق میتونه کمک بکنه به سلامت روانی انسان، یعنی عشق میتونه اصلا تحول اساسی در زندگی یک انسان برای سایر جنبه‌هاش هم ایجاد کنه. اینو شما میفرمایید؟ بدون تردید هر دو هست. یعنی ما از یک طرف این ویژگی‌ها و ویژگی‌های بعدی عشق رو میسازه، از جانب دیگه عشق همه اینا رو میسازه. این تأثیر متقابل که بر روی این پدیده‌های انسانی است از همینجا میاد. یعنی علت معلول میشه، معلول علت میشه و بعد از تداخل اوناست که بیشترین و بهترین میاد. یعنی در حقیقت از این برخورد دو عامل که اون نور در حقیقت اون روشنایی به وجود میاد، ولی اون روشنایی خودش به هر دوی اینها معنی و هستی میده. بنابراین کاملا از این بابت حرف درست. آقای دکتر، این میفرمایید که در دفعه قبل هم اینو فرمودید که فعالیت های مغز وجود عشق رو نشون میده. خب اگر این طبقاندی که شما کردید، این ویژگی ها، ولی ممکنه دیگران هم این رو کرده باشن به صور دیگه با کلمات دیگه، آیا شاخصهایی از اینها رو هم میشه در مغز عاشق دید؟ یعنی در اون حد جلو رفتیم؟ تونستم سوالم بگم؟ کاملا. بخصوصا وقتی که شما عکس مغز یه آدم عاشق رو میگیرید، یه سیستمی میبینید که توش امنیت رو میبینید، میبینید شما استراب نمیبینید، آرامش رو میبینید. یعنی شما با یه سیستمی روبرو هستید که این مجموعه داره کار میکنه. به همین جد است که در رابطه عاشقانه مفهوم جزئیات اهمیتی نداره، زمان معنایی نداره، همه چیز رنگ میبازه، برای اینکه فرد به یه مرحله ای از امنیت و آرامش و جنبه های دیگه میرسه که اونا در اون اطمینان، اون احساس ارتباط و دوستی و همبستگی، اون حالت مواظبت و مراقبت که چیز دیگه از خوش نمیده و معلومه که این یه درجاتی داره. به همجاست که درست مثل ویژگی آدم سالم یا آدم موفق یا یه پزشک یا یک وکیل، یه ویژگی ها و شرایطی داره که اینا اونجا باید جمع باشه. و به همین دلیله که دو چیز رو قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یکی عشق در گذشته نبوده، برای که معمولا این مجموعه در انسان دیروز امکان نداشته، و دوم تازه تاج عقل که عشقه و چون عقل نبوده عشق نبوده. و باز به همین جاست که وقتی داستانهای عاشقانه گذشته رو میخونید، به راحتی میتونید توش اوج تنهایی رو، خودخواهی رو، بیماری رو ببینید و دلیل نداره که اونها رو عشق واقعی بدونید. جالب اینه که بسیاری از ما فکر میکنیم عشقهای واقعا عشق از آن گذشته بوده، نه امروز. امروزه که امکان اون وجود داره. درست پس که پزشکی امروز معنا داره که یه آگاهی از روابط علت و معلولی با یه دقت و ظرافتی در خصوص انسان و یا طریقه مداوا، چه جراحی چه دارو وجود داره که همه این روابط رو شفاف و روشن در مقابل من و شما میگذاره و در جهان طبیعت و واقعیت روابط نه تنها علت و معلولی، حتی ریاضی رو موجب میشه. جناب دکتر لاکویی، این ویژگی هایی که طبقاندی کردید، اینها چطور در عاشق در واقع خودش رو نشون میده؟ یعنی میخوام بگم که در یک رابطه دو انسان که میخوان به سوی عشق برن یا در این مسیر افتادن، چجوری اینها ظاهر میشن؟ یعنی ابتدا باید ایثار باشه، ابتدا باید امنیت خاطر باشه، ابتدا باید اطمینان باشه، کدوم یکی از اینا هست؟ یا اینا همه با هم
در واقع شروع میکنن به جوانه زدن در روح یک انسان. ببینید جناب فروزانه، بذارید موضوع رو که موضوع پیچیده ایست من با یه تمثیلی یا مثالی روشن کنم. شما تصور یه پسر و یا دختر 2-3 ساله رو بکنید در ارتباط با مادرش یا پدرش، به دلیل حال و احساسی که این دو نسبت به هم دارن، فرزند وقتی احساس خطر بکنه خودش رو به آغوش پدر مادرش میرسه، وقتی چیزی رو بخواد به راحتی از اونا میخواد، وقتی که چیزی از اونا رو بگیره به راحتی ازش استفاده میکنه. یعنی شما امنیت رو میبینید، آرامش رو میبینید، اطمینان رو میبینید، حالت دلسوزی رو میبینید. شما حتی فرض کنید بگید من گریه میکنم، تو بغل من نیومدی، میدونی میاد بغلتو، بهش بگید منو نمیخوای ببوسی، شما رو میبوسه. همینا نشون دهنده چه اون کیرینگه. همینجا شما وقتی که او رو توی همچین شرایط و وضعیتی میبینید، میبینید در ارتباط با شما احساس میکنه بخونه، غلط بزنه، بره بیاد، چرا آزادی رو حس میکنه. بنابراین همونطور که از آغاز عرض کردم، از دو گونه میشه بهش نگاه کرد. یکی آدم عاشق مثل که دندان پزشک این ویژگی ها داره، یکی برای دندان پزشک شدن باید این ویژگی ها آدم در خودش رشد بده تا به اونجا برسه. بنابراین مهم این است که شما از کجا دارید به چی نگاه میکنید. به عشق نگاه میکنید، اینا ازش بیرون میاد. میخواید به سمت عشق برید، اینا رو باید داشته باشید. چون اگر نداشته باشید، فرض کنید امنیت نداشته باشید، اطمینان نداشته باشید، به آزادی و آزادگی باور نداشته باشید، کدام عشق؟ یه هوسه، یه عادته، یه اعتیاده، یه نشانه ای از خالی بودن و خلأ وجودی منه، یه خودخواهیه، یه میل به داشتن و مالکیته. معلومه به اون صورت خودشو نشون میده و این همون چیزیست که شما در زندگی ها مردمانی که حتی به خاطر یه همچین عشق غیر عشقی حتی تا پای جان میرن و یا جان دیگری رو میگیرن، علتش این است که این یه مفهوم انحرافی از این واقعیته. به همین جهت است که وقتی که صحبت از عشق میشه، این ویژگی ها ویژگی هایی است که در یه فرد باید رشد پیدا کنه و در آدم عاشق این رو یا خودش باید به وجود بیاره تا به اونجا برسه، یا همطور که در آغاز با هم صحبت کردیم پدرمادر در وجودش کاشته باشه. یعنی همون مثال همیشگی، یا با تو 8 سال اول فارسی یاد گرفت باشه، تمام عمر درست فارسی حرف بزنه بدون حتی به یک اعتبار گویش و لحجه اگر بشه گفت، و یا اینکه بره در بزرگسالی زبان فارسی رو از طریق به عنوان علم یاد بگیره. این پنجره بزرگسالی تا پایان عمره؟ تا پایان عمره. من میرسه که آدم 60-70 ساله هم میتونه بره این رو در خودش روش بده باشه. شما اگر عرض کنم که به گونه اینو مطرح فرمودید، یعنی آیا امیدی هست؟ شما چرا شیطنت میکنید آقای دکتر؟ من هر وقت که بتونم اصلا از این کوتاهی نمی کنم، چون تمام عمرم وقتی فرصتی این چنین دست میده، یا به قول یکی از دوستان وقتی شما به این خوبی پاس میدید حتما باید آدم آبشارش رو بزنه. پس مواظب باشم پاس ندم به شما. دقیقا. ولی نه، من واقعا هدفم پاس دادن نبود. نه، من گرفتم اون رو. گرفتیم. پاس خوبی بود. حالا شما فکر باید خوب نبود. این به هر حال در هر سنی و در هر موقعیتی اتفاق بیفته یک اتفاق میمون و مبارک برای هر انسان. بدون تردید، برای یه شکفتنه و بنابراین شما به یه گل نمیتونید برو چرا تو در بهار نشکفتی حالا تابستان بهار چرا دیره؟ برای اینکه مسئله انسانه، برای اینکه برخی از پدیده ها اصلا جنبه کریتیکال پریود ندارن. ببینید من میخوام یه نمونه ای رو که در آدم ها ظاهر میشن و البته نوعی از عشق، نه اون عشقی که من رابطه میبینم، شما در پدر بزرگ و مادر بزرگ ها در ارتباط با نوه میبینید. یعنی شما یه دفعه میبینید اینا غالبشون دارن راجع به یه تجربه ای حرف میزن که یه پیام توشه. اگه من به شما بگم 1000 نفر به من اینو گفتن، نمیدونید این چیه. نه، من میدونم چیه، شما برای اولین بار دارید اینو تجربه میکنید. من مفهوم موضوع رو میدونم. مفهوم نوعی عشق و یه نوعی از احساس انسانی در ارتباط با یه موجود دیگه است که برای خودش هم هست. به همین جاست که گفته میشه که نمیدونم بچه فرزند انسان بادامه، نمیدونم نوه مغز بادامه، باز این حرفا کاری به اینا ندارم، ولی علتش این است که آدم ها یه احساس متفاوت میکنن. باز اگر خاطر عزیزتون باشه عرض کردم به همین جاست که عشق یک خواهی، همونطور که شما وقتی تشبه دم مدرسه فرزند خودتون رو برمیدارید نه فرزندی که
بهتره با هر ملاکی. شما فرزند خودتون رو میخواید. در اینجا ماجرا دقیقا همینه، یعنی یه حال و احساس ویژه است و به همین جاست که نعمت و موهبته و به همین جاست که حتی همین کسی که در حقیقت دیشب اسکار به عنوان بهترین هنرپیشه مرد شناخته شد، نقش کسی رو باز میکنه که شنیدم حرفش رو که میگه متوجه میشی که همه جهان عشقه. یعنی این مفهومه. علت هم جذب و جاذبه است، یعنی یه فیزیکدان و یه ریاضیدانی با این عظمت. به همین جهت که قانون جاذبه است دیگه، ماجرای جذبه، ماجرای جذبه است. پس وقتی که اولا با این ترتیب شما بسیار سخاوتمندید که میفرمایید که 2% مردم دنیا تو این کاتگوری قرار میگیرن، تو این توانی قرار میگیرن. با این ویژگی‌هایی که شما گفتید 2% خیلی زیاده که شما میگید. خب من ببینید جناب فروزنده، عرض من این است که 2% آدم ها سالمن که 100 تا ویژگی دارن، 16 تاش اینه. ویژگی عشقه. خیلی ها میتونن از اون 100 تا اون 84 تا رو نداشت باشه. این 16 تا رابطه شوخی میکنم، چیزی ممکن نیست، ولی میخوام بگم هنوز میتونن نیمه سالمی باشن و اصولا با اونه که تبلور پیدا میکنم. ببینید یکی از مشخصات عشق مقدار مطالعات نشون میده، حالا عرض میکنم چگونه است. شما برای اولین بار وقتی عاشق میشید، برای اولین بار دو چیز رو میبینید، یکی خودتون رو، یکی مرزها و ظرفیتتون رو. یعنی چی؟ یعنی شما برای اولین بار وقتی عاشق میشید با یک کسی روبرو میشید که خیلی حتی برای خودتون هم تازگی داره، همینی که به نظرتون میاد همه رنگ و بوی جهان متفاوته و درست مثل عرضی که من میشه میکنم، مثل یه آینه است که کسی در مقابلتون میگیره میگه خودتو ببین. اما شما ظرفیتتون رو میبینید. ظرفیتتون در چی میبینید؟ ظرفیتتون در این میبینید که اگر دوستتون میگفت ساعت 11 میام، گفتی نه خسته ام، نه یا من خوابم میاد بخوام، شما میبینید فرزندتونه یه ذره حالش خوب نیست، خوشحالیتون اینه که فرات واقعا تلویزیون ندارید، میتونید تا صبح بالای سرش بیدار بشید بگیر بخواب. و این ظرفیتی است که در خودتون قبلا سراغ نشه که من 8 ساعت بخوام. بنجاست من وقتی پدر مادر را برمیگردن میگن که ما نمیدونیم چه شبهایی به خاطر شما تا صبح نشستیم یا بیدارون، اصلا جا میخورم. اینم شد حرف. اصلا شما در اینجا باید یه حال و احساسی، در حالی که فرزندتون به دلیل بیماری ممکنه نگرانش باشید، یه حال و احساسی پیدا کنید که قبلا نداشتید. درست مثل یه آدمی که از وحشت اینکه دنبالش میکنن که بکشنش، برای اولین بار 12 کیلومتر یا 12 مایل میدوه. من شاید تو عمرم هیچ وقت نیم مایل و نیم کیلومتر هم ندویدم، اما از وحشت میدم تو 12 مایل. یعنی مرزهای خودم رو لمس میکنم و شما میدونید مفهوم خوشبختی بر اساس مطالعات اینه که من از خودم آدم تازه و جدیدی میسازم که نبوده. یعنی من میشکفم. به همین دلیله که این مفهوم یا مفهوم عشق با جنبه های مختلف و متفاوت انسانی همراهه. بگذارید چند تای دیگه شم عرض کنم قبل از اینکه جلوتر. نه حتما، خواهش میکنم. ببینید این عوامل که تا حالا شما 9 تاشو فرمودید و بقیهش، اگر در یک ماجرای عشقی وجود داره، چرا عشق به تدریج ممکنه کمتر بشه، رنگ کم رنگ بشه؟ چرا معشوق ممکنه عوض بشه؟ این حالتها چگونه ممکنه اتفاق بیفته؟ در حالی که مگه میشه در آن واحد، یا شما اگر همه این ویژگی ها رو در رابطه با یه نفر حس کردید، اون آدم هم کار عجیب و غریبی نکرده که شما تغییر مسیر بدید. متوجه موضوع هستم، ولی ببینید جناب فروزنده، موضوع مورد یا کیس در مقابل کل. شما یه وکیل بسیار برجسته ای هستید و حالا در کار یه پرونده ای بهترین رو ارائه میدید، ولی ای بسا به مدت 1 سال هیچ پرونده جالب و جاذبی نداری، ولی شما همون وکیل قبلی هستید. شما ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری دارید. اگر معشوقی نباشه نخواهد بود، اگر بود سراغش برید. ولی ما با دو چیز روبرو هستیم. چرا معشوق رو تغییر میدید؟ حالا عرض میکنم، ما با دو چیز در خصوص انسان روبرو هستیم. انسان یه پدیده جامدی نیست. انسان مثل یه رودخانه است. اولا هیچ وقت مانند حتی 1 دقیقه قبل، 1 ثانیه قبلش هم نیست، در حال تغییر. و دوم
در مسیر حرکتش درست مثل رودخانه‌ای که میفته توی سرازیر سنگ‌ها میکوبه و صدا ازش در میاد و آبش حتی کف میکنه، در مقابل یه جایی که اینقدر آروم نیست که شما نمی‌دونید رودخانه داره حرکت میکنه یا نمیکنه، انسان هم یه همچی پدیده است و بنابراین شما میتونید به کسی علاقه‌مند بشید و به تدریج، نه به خاطر نداشتن این ویژگی‌ها، این ویژگی‌ها که شرط در حقیقت لازم بود، ولی همچنان ممکنه در ارتباط با اون آدم رفتار او، گفتار او، حالات او شما رو بیرون بکشه. چون مفهوم عشق چه بود؟ من یه آدمی هستم با ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری، حالا به شناخت و آگاهی دسترسی پیدا میکنم که بر اساس اون شناخت و آگاهی به احساس و هیجانی میرسم که او و من یکی میشیم، راحتی او بندازه راحتی من، خوشحالی او بندازه خوشحالی من اهمیت پیدا میکنه و این همیشه میتونه از بین بره. به همجاست که عشق یک موجود در حال رشد با سرعت بسیار، شاید مثال ناقصیه ولی بسیار کودک میمونه، دو ماهگیش با دو سالگیش و 20 سالگیش بسیار متفاوته و حالا در دو ماهگی شما او رو میخواید، در دو سالگی نمیخواید و در دو سالگی میخواید، در 20 سالگی نمیخواید و به همین جهت است که عشق به تنفر تبدیل نمیشه، عشق به بیتفاوتی تبدیل میشه، عشق به نبودن اون احساس تبدیل میشه. ولی شما هنوز ظرفیت عشق ورزی رو دارید، شما از یه رابطه عاشقانه بیرون میایید، مدتی طول میکشه تا حالت ثبات و قراری پیدا کنید، وارد عشق دیگه میتونید بشید. برای این مسئله عشق مثل یه آدمی است که یه ترانه با یه پیانو مینوازه، بعد یه مدت بعد یه ترانه دیگه ای رو مینوازه. مسئله اصلی و اساسی اون ظرفیت و فراهم آمدن شرایطه و اصولا با توجه به آنچه که انسان هست، تنها قانون ثابت جهان قانون تغییره. این قاعده اصلی خلقته، تنها قانون ثابت دنیا تغییره. پس بنابراین من باید همیشه انتظار اون تغییر و دگرگونی رو داشته باشم و تمام زیبایی مسئله میره. به همینجاست که همون جونه که اشاره هم قبلا کردم، اریک فرام هم به درستی میگه، میگه عاشق شدن مسئله مهم نیست، مسئله در عشق ماندنه و بعد برای در عشق ماندنه که شما باید همه این نیروها رو داشته باشید و تو مفهوم مسئولیت معناش در حقیقت در مقابل خود یه چالشی داشتنه، یک کوششیست به جهت فهمیدن و خود رو با اون شرایط هماهنگ کردن و ازش در حقیقت بهره گرفتن. درست مثل یه کوششیست که من و شما میکنیم، به یه هواپیما میرسیم که بعدا این مجموعه بتونه ما رو از رو زمین بلند کنه و با سرعت 900 کیلومتر تو آسمان بره. این اون چیزیست که ما قسمت خودمون انجام میدیم و بقیه کار رو قواعد و قوانین طبیعت و یا امکاناتی که دور برمون داریم انجام میدیم. آقای دکتر، تو این کشش و کوشش و نه کشمکش دقیقاً کشش و کوششی که، چون اینها همش چیزایی است که بسیار آگاهانه است، یعنی غریزی نیست، یک انسانی باید تربیت شده باشه، یک انسانی باید خودشو تربیت بکنه برای اینکه ببخشه، برای اینکه مسئولیت پذیر باشه، برای اینکه بتونه ایثار بکنه، چون آدم از اول که ایثار رو بلد نیست، ایثار یه امر غریزی نیست. درسته، کاملا همش آموختن. به همین جاست که هنر عشق ورزیدنه. خب اگر در این هنر عشق ورزیدن همیشه دو طرف لازمه، بدون تردید، و بنابراین عشق یه طرفه قبلا با هم صحبت کردیم، ممکنه ولی از بین میره، چون اگر طرف مقابل پاسخ نده این سیستم احتیاج به همکاری داره، مثل یه ورزشی مثل تنیس. شما هی توپ بزنید او توپ نزنه، اوائل به اینکه او رو میبینید و توپی میزنید خوشحالید، ولی اگر جوابی نرسه کم کم شما هم توپی نخواهید زد. من در خدمتتونم. حالا عامل دهم بعد از عامل دهم بعد از چونه زدن درباره عامل نو بذارم در سراغ دو سه تا موضوع بمور. اولین مسئله این است که مشخصه آدم عاشق شادیه، شور و شوق و هیجان، یعنی این ابدا سازگاری و همخوانی با آدم افسرده، آدم غمگین، با وضعیت لیلی و مجنون و اینا اصلا ندارد. نه به همینجاست که اونجا مثلا، البته ممکنه هر آدمی در شرایط بدی قرار بگیره، ولی نه که آدم شرایطش بد باشه. ببینید، این که من به خاطر غم از دست دادن چیزی غمگین بشم، یعنی به خاطر از دست دادن چیزی غمگین بشم، میشه فهمید، ولی اینکه من آدم غمگینی باشم مسئله است. من میتونم به خاطر یه حادثه‌ای برای مدت کوتاهی تو افسردگی برم،
و به همینجاست که با یه چیزی به اسم adjustment disorder with depressed mood داریم، اصلا کد داره توی سیستم و میشناسیمش. ولی خیلی متفاوت است که من آدم افسرده‌ای باشم یا دیپریشنی داشته باشم. نتیجتا موضوعی که در اینجا مطرح است اینه که آیا من یه آدمی هستم که شور و شوق و هیجان و شادی موضوع زندگیمه یا نه، غم و اندوه و محدودیت و با ترمز روانی زندگی کردن و هیجانش، اون پشن رو ندارم، اون اینترست رو ندارم، اون احساس شادی رو ندارم. برای اینکه مسئله شادی موضوع کم اهمیتی نیست. شما الان نگاه کنید به آنچه که امروز حتی به عنوان خنده درمانی داریم، آنچه که امروز میدونیم در اثر خندیدن چه تغییرات و تحولاتی در مغز ما به وجود میاد، چگونه این سیستم اصلا وارد مسیر و مرحله دیگری میشه و چرا طبیعت اون رو اینقدر مصری قرار داده که شما از طریق خنده شروع میکنید به خندیدن. و حتی نگاه کنید طبیعت اینقدر در این باره برش مسئله شادی و خنده مهم بوده که در کودک انسانی ریفلکشن لبخند رو گذاشته قبل از اینکه کودک اصلا دوربرش بتونه تشخیص بده. و به همین وقتی پدر مادر برمیگردن میگن فرزندمون یا نوزادمون لبخند زد، لبخند نمیزنه، اون فقط یه پاسخی از رضایت درونیش میده، برای اینکه طبیعت میتونسته از این طریق میتونه محبت رو جلب کنه. و امروز شما نگاه کنید، شایدم قبلا با هم صحبت کردیم، اون چیزی که بعد از چشم و نگاه آدم ها رو به هیجان میاره لب و لبخنده دیگه. بنابراین موضوع شور و شوق و شادی و هیجان شماره 11، شماره 11 که به دنبال این حرکت میکنه لذته و حظ و کیف، یعنی pleasure and enjoyment. چون ببینید یه عده‌ای در زندگی یه نگاه عجیبی دارند که چگونه میشه لذت نبرد و لذت رو از دیگران گرفت. به همین سادگی، یعنی و به همین جهت است که ویژگی آدم نوراتیک و عصبی چیه؟ لذت نمیده و لذت نمیبره و رنج میده و رنج میبره. شما تا نگاه کنید، امیدوارم باز کسی رو اذیت نکنم، برخی از مراسمی که در بیشتر فرهنگ ها و ادیان وجود داره مراسمی است که به نوعی شما رو میخوان با لذت در جنگ قرار بدن و در نتیجه شما رو از بردن لذت محروم کنن. حتی برای کارهای لذت بخش اینقدر مقدم چینی و در میانه و مؤخره میگذارن که دیگه چیزی از لذت درش باقی نمونه. مذهبی هم داریم که لذت رو توصیه بکنه؟ فکر نمیکنم، چون اون از این طریق نمیتونه. نون میخورن دیگه دکاندارا، رهبرانشون. بله، به همین جاست که من با روحانی مسئله دارم. هر کی باشه برای من خوب و بد، هر جا باشه، ما اصلا یه آدمی که برگرده بگه ما در حقیقت نتیجه دسترنج شما رو که پول دینتون خواستید بکنید برید به ما خرج دنیا بکنیم، من خیلی جدی نمیگیرمش. هر چی میخواد باشه، هر جا میخواد باشه، در هر مرحله از تاریخ، به هر شکل و فرمش. بیننده سوال کردن که 5 موردی که دکتر توضیح دادن چرا فقط برای عشق؟ از هر نظر که فکر میکنم خانه تکانی فردی است درباره زندگی و فرهنگ خوب داشتن. اصلا مخالفتی با مطلبی که بیننده خوب و عزیز فرمودن ندارم. از اولم عرض کردم که این 16 ویژگی در چارچوب 100 تا ویژگی سلامتی و حتی خوشبختی قرار میگیره. بنابراین آنچه که میفرمان درسته. درست بسید که من بیام یه توصیفی از قلب سالم بکنم، بعد شما بفرمید این قلب سالم اصلا یه زندگیست، یه هستیست و یک انسانیست که به هر حال از یه نعمتی برخورداره که همه چیزهای خوب رو براش ممکن میکنه. بنابراین مطلبی که میفرمایند درسته. به همین جهت است که یک کمی غیر عادی به نظر میرسه که اینا مرتبط به عشق باشه، که ابدا نیست. تو همین چارچوب مسئله لذت است. چون ببینید شما نگاه کنید به کودک، کودک خیلی زود متوجه میشه دو گونه مردم باش رفتار میکنن و دو گونه اون میتونه رفتار کنه، یکی لذت است و درد. اما عجیب ترش اینه که کودکی که در شرایط بد قرار گرفته فکر کنه از طریق درد میتونه لذت ببره. به دو گونه هم عمل میکنه، درد دیگری موجب لذتش میشه. ولی از اون عجیب تر هم هست، درد خودش موجب لذتش میشه. تا اونجایی که من به دلیل آسیب کودکی و به هم ریختگی میام با کارد، با چاقو، با تیغ
دستم رو میبرم و مطالعات نشون میده که یه چنین کاری یا آرامشی رو به مغز آدمی که با رنج از کودکی عجین شده همراه میکنه. نمونه برجستش اون کسانی که 2 در 1000 مردم مثلا در امریکا هستن به عنوان انتی سوشال پرسونال دیسوردر یا شخصیت سایکوپات یا سوسیوپات، شما در اینا چی میبینید؟ عامل درد اونا رو به هیجان میاره و عامل درد برای اونا لذت بخشه. یعنی شما متوجه میشید که ماجرای لذت چگونه چرخیده. این همون چیزیست که حتی تو دوستان عرق خور ما، من برخی از وقت میرم یک عرق سگی رو بالا میدن و اون قیافه عجیب و غریب از اون ضربه الکل رو وارد سیستم میکنن، ولی پیام که من میدن اینه که یه ذره دردآور یه حالی هم توش داره و اینجا گرفتاریست. این همون چیزیست که شما تو رفتار ماسوخیستی و سادیستیک، خودآزاری و دگرآزاری و بیش از همه در موارد جنسی میبینید. یعنی شما اونجاست که اون رو میتونید مشاهده کنید. بنابراین یه ویژگی عشق اینه که آیا شما آدمی هستید که اهل لذتید، اهل حظ و کیف یا انجویمنتید و یا نیستید. و به همین جهت است که ماجرای حظ و کیف و انجویمنت و شادی و لذت موضوع فوق العاده مهم. آی دکتر، بینندهی پرسیدن که چون در آغاز برنامه من در مورد اسکار سال دیشب صحبت کردم، نظر شما رو در مورد فیلم تک تیرانداز آمریکایی خواستم. بحث عشق رو خواستم. خب شما حواستون اونجاست، به طورتان دوربینم هر دو رو نشون میداد، نشون داد که شما در حال مطالعات هستید. من حقیقتش این فیلم رو دیدم و به نظر من 2 تا نکته برای من مهم بود. یکی اینکه نگاه یک سوئی از جانب مردم امریکا و یا امریکاییان، اونا مخصوصا در ارتش هستن، نسبت به مسائل خاورمیانه و آدما. و دوم، من خیلی کم میدونم، من این مرد رو علاقه من به کشتن دیدم، نه علاقه من به دفاع و یا جلوگیری از مرگ. من دیدم این آدم، فرض بفرمایید یه پسر بچه ایست، یا اگر شما که بازوکای دستش و اینو میخواد بگیره و اینم آماده است که پسر بچه رو بزنه، مرد تو تیراندازی بازوکا رو بزن. 2 تا کار کردی، نه بچه رو کشتی، بازوکارم که دشمن میخواد فرض کنید یک زره پوش شما رو هم بزنه یا سرباز امریکاییتون هم بکشی، کار اونجا اصلا چی کار داره رو از کار انداخته دیگه. خب برای چی نمیزنی؟ بعد تازه از دست پسر افتاده، تو که رفتی اونجا برای دفاع از به اصطلاح ارتش خودت، تفنگه و اینا مسئله است، برای که از پنهان کردنش بلاز اینقدر دستشون نبوده. خب اونم یه تیرم به اون بزن از این بالا، بزن اون از کار بنداز که کسی ازش بتونه استفاده کنه، اونو ولش میکنی. و به همجاست که وقتی که بر میگردن میگن این آدم، برای که جای دیگه هم این علائم رو نشون میداد، حتی دلش بخواسته دوباره برگرده اینجا، برای من مسئله است. به همجاست که بسیار بسیار حرف دلم رو میذارم، خوشحال شدم که غیر از یک جایزه، اونم برای صدا که واقعا جالب بود. اونجا شاید با هم همراه هستیم در این مورد، ولی ابدا خوشحال شدم که هیچی نمورد. یکی از نگرانی های من این بود که اعضای اکادمی یه مقدار بیش از این کانسرواتیو باشن و نگران بودم. ابدا و خوشحالم که نبرد، هیچی نبرد. اون یکی هم که مسئله تکنیکی بود که به محتوای فیلم ارتباطی نداشت. بله، ادیت ساوند بود، صدا بود و درست کردن صدا بر روی تمام اینا که کار فوق العاده جالبی است در همه فیلم های اخیر، ولی در اینجا بود. ولی بسیار از این بابت خوشحالم، برای که کل ماجرای حمله به عراق از آغاز تا پایان اشتباه و جرم و جنایت بوده. هست حتما، اصلا معنایی نداره. خب همینقدر انحراف فکر میکنم کافیه. من به شماره 11 رسیدم، نه؟ شما تا شماره 11 رو فرمودید، ولی در مورد لذت توضیحاتون کافی نیست هنوز. اجازه بدید که توضیحاتون در مورد لذت و انجویمنت رو بذاریم برای شروع برنامه هفته آینده، چون تعداد تکسایی که من گرفتم باز خیلی زیاده. بینندگان عزیز، از طریق تلفن با ما تماس نگیرید، برای تماس فقط به صورت تکس بفرستید و آقای دکتر هوراکویی یا در این جلسه یا در جلسه بعد به همه پرسش هایی که مطرح بشود در صورت وقت پیدا خواهیم کرد. حتی ممکن یه جلسه رو بذاریم فقط برای سوالات، مثل اینکه چندی قبل هم این کار کردیم،
پاسخ خواهند. خب آقای دکتر، یه مطلبی هست، من میترسم وقت کم بیاد چون شما هم حساسیت دارید به این ماجرا. یک فیلم تلویزیونی، گزارش خبری رو از تلویزیون جمهوری اسلامی برای شما پخش میکنم و نظر و به دنبال اون نمیخوام شما پاسخ بدید، و یک نقطه نظر گفتگوی یک مادر و یک روانشناس رو هم در اینجا برای شما میخوانم و بعد اون از شما پاسخ میخوام. من نمیدونم هیچی چیه، ولی همیشه منتظر هستم که یه چیزی باشه در خدمت دارم. خواهش نه، نظر شما به عنوان یه متخصص بسیار مهمه در این مورد. لطفا بفرمایید فیلم پخش بشه. من تو بهزیستی مدتی کار میکردم و متاسفانه یک کودکی رو ما داشتیم که این دچار ضایعه نخاعی شده بود و وقتی بررسی کردیم که چرا این اتفاق افتاده، مادر اون راجب این موضوع اینگونه صحبت میکرد که این بچه من در سن 6 سالگی رفتارهای جنسی داشته، یعنی رفتارهای جنسی مثلا خود ارضایی داشته، و من بارها به اون این تذکر رو دادم که نباید این کار رو انجام بدی، و آخرین باری که این کار رو انجام داد به نحوی اون رو تنبیه کرده بود که اون دچار قطع نخاع شده بود. این فیلم بود و ما یک گفتگو رو خدمتتون. چرا شما تعجب کردید؟ شما که بگید نمازم نتیجه گیری که کردن چی بوده؟ خب اگر یه بچه یه کاری کرده که از نظر یه مادر بد و غلط بوده، تنبیهش کرده، تنبیه منظر به قطع نخواه، ولی بعدا ایشون توجیه خواست بگه، نمیدونم. میخونم خدمت. به گزارش شیعه آنلاین، خانم دکتر هاشم از پزشکان متخصص است. وی در تماسی با خبرنگار شیعه آنلاین از ماجرای خودارضایی نوزاد 9 ماهه‌ای خبر داد. وی در این باره گفت متاسفانه وضعیت فرهنگ جامعه به شدت بحرانی است و روز به روز هم در حال بدتر شدن است. هر روز بیمارانی به ما مراجعه می کنند و اتفاقاتی را بیان می کنند که بی سابقه و تکان دهنده است. نصب کنید. اولا اینکه یه بچه 9 ماهه دست به خودش بزنه هیچ معنای عشقی نداره، که پدیده تازه‌ای باشه. بچه میتونه خارش داشته باشه، بچه میتونه سوزش داشته باشه، بچه ممکنه به بدنش دست بزنه. این علامت رو در پاراگراف بعدی میگه که این علامت چی بوده. آقای دکتر قدری تحمل بفرمایید. اصلا خب گفتم آخه ایشون مرتبطش کرده به اوضاع فرهنگی جان، چه ارتباط داره بچه نوزاد؟ این پزشک ایرانی همچنین افزود هفته گذشته یکی از بیماران نوزاد 9 ماهه خود را نزد بنده آورد و گفت فرزندم هر روز 3 بار به خود میپیچد و دقایقی بعد شروع میکنند لبخند زدن. در همین حال شلوارش هم خیس میشود. ابتدا فکر میکردم ادرار کرده، اما بعد از بررسی موضوع متوجه شدم خیسی بر اثر ادرار نیست. لذا نگران شدم و نزد شما آمدم. حرف مفت، حتما ادراره. اساسا اون سیستم کار نمیکنه. این پزشک چه ارتباط داره غیر از ادرار چیز دیگه ارتباط داره؟ این بیماره. اجازه بفرمایید که ببینیم خانم دکتر چه نظری دادن. خیلی خوبه. اون فکر میکنم نظری متخصص در ایران دیگه. خانم دکتر هاشم گفتند شاید در نگاه اول والدین فکر کنند که برنامه‌هایی که پخش می‌شود منظور برنامه‌های تلویزیونی است. خانم دکتر نگران شدند، ببخشید. متأسفانه وضعیت فرهنگی جامعه ما به شدت بحرانی است و روز به روز هم در حال بدتر شدن است. هر روز او را یعنی این بچه رو می‌ذاشتن مقابل تلویزیون تا برنامه کودک یا دیگر برنامه‌های تلویزیونی اهم از سریال و غیره را مشاهده کنند. ابتدا فکر کردم که این خانواده در خانه‌شان ماهواره دارند، اما متاسفانه فهمیدم حتی ماهواره هم ندارند، بلکه این کودک از طریق برنامه‌های بدآموزش رسانه ملی به خصوص سریال‌هایی که پخش می‌شود تحریک می‌شده و به این شیوه خودارضایی می‌کرده است. این اظهار نظر خانم دکتر هاشم. 1,000,000 بار اشتباه، اینقدر بی‌معنی است که شما بفرمایید بنده به یه سنگ نگاه کردم حامله شد. یعنی اصلا خنده داره قربونتون. یعنی یه آدمی است که میخواد دنبال بهانه میگرده که یه حرفی بزنه در جهت تخته سریال‌های داخلی. حالا خوشحالم که هدفش متوجه برنامه شما نبوده، چون برخی از اوقات در برنامه‌های گذشته از تالی مطالبی میگفتید که ممکنه موجب
تحریک مردان 90 ساله بشه، ولی بچه 9 ماهه اصلا این سیستم ما نداره قربونتون. و بعدم ایشون فکر کنه یه بچه 9 ماهه در جلو تلویزیون مگر چیزی میبینه؟ اصلا چشم به اون صورت تفکیک نمیکنه، اصلا توانایی همچین چیزی رو نداره. به همین جاست که بچه ها قرار نیست تا 20 ماهگی جلو تلویزیون قرار بگیرن. علتش هم هست که نقطه و خط ارتباطات مغزی رو، کانکشن های مغزی رو به هم میریزه و مغز رو در حقیقت حالت قبارالود بهش میده. و به همین جاست که تا 20 ماهگی هیچ بچه حتی 5 دقیقه نباید تلویزیون ببینه به خاطر آسیب. ولی بچه که تشخیص نمیده و بعدا متوجه بشه این زمینه جنسی داره، مثلا چی رو دیده؟ مثلا فرض کنید یه خانم آقای همدیگر مثلا بوسیدن، که حالا تازه اونجا هم فکر میکنم در ایران نشون بدن، بعد بچه 9 ماهه اینو ببینه و تحریک بشه. بعد من معتقدم این بانوی ارجمند امیدوارم اذیت نشن، خانم دکتر هاشم منظورش، هر چی بله هر چی ببینن باید فکر کنن که موجب تحریک میشه، بنابراین یه سفارشی به خداوند بکنن که مثلا چیزایی رو خلق نکنه. نمیخوام بگم چون خیلی دیگه آزاردن است. یعنی کار علم اگر به اینجا رسیده، چون اینا علم نیستی، علم هم نیست، یعنی واقعا پرچم است برای نادانی و خودخواهی و اوهام و خرافات. اصلا اینقدر بیمعنیه، بیمعنی است که من اگر مستند نمیفرمودید باورتون نمیشد. حتما ای به من بگن کسی هم جرفی زده، میگم خب به هر حال بی خودی به دنبال بدگویی از مردم نباشی. آقای دکتر این واقعا نگران کننده است. نه باعث تفریح و خنده است، ولی حالا واسه چه نتیجه میشه گرفت که بچه‌ها را که جلو تلویزیون نگذاره تحریک میشن. من میترسم از این بعد خیلی از زن و شوهرها همسرشون جلو تلویزیون ببندن. همسرانشون رو ببندن؟ ببندن به این امید که تحریک بشن نتونن تکون بخورن. بعد آقای دکتر هراکویی میگن بنده حرفایی میزنم که بعد من از شما یاد گرفتم جناب فروزنده. به هر حال تاثیر شما رو بنده نادیده بعده بله. عرضم به حضورت آقای دکتر به عنوان آخرین پرسش در محدوده وقتی که داریم، اتاق فرمان به من بگید که چرا اینقدر اختلاف زمان داریم ما بین ساعتی که هست و ساعتی که من دارم از روی اپل نگاه میکنم، کدوم اینا رو من باید تعقیب کنم؟ جناب دکتر به من بفرمایید حضرت عالی که شما گفتید که وقتی در اون 4 سال یا 8 سال اول زندگی شما یاد نگرفتید، درسته در شما نکاشتن، بعد از 18 سالگی به بعد شما این پنجره باز میشه تا آخر عمرتون هم بازه، میتونید این کار رو بکنید. اما فکر نمی کنید یه تفاوتی داره بین این نوع توان عشق ورزیدن و اون که از اول در وجود شما کاشته بود؟ بدون تردید هست، درست مثل این که شما یه زبانی رو به دلیل این در حقیقت آموخته باشید که زبان به اصطلاح مادری یا پدری شماست، تا اینکه در 30 سالگی بدید زبان رو بیاموزید. نه تفاوت هایی داره، ولی به هر حال تنها راه و امید ماست. به من میفرمایید اون چیزی که در 8 سال اول تو وجود کاشته میشه بین 8 تا 18 سالگی آبیاری میشه، ازش مواظبت و مراقبت میشه و فرد به صورت در اون سیستمی اون رو داره، متفاوته با اینکه من برم تکه تکه اینا رو در خودم جمع کنم و به یه جایی برسم که ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری رو پیدا کنم. حتما حق با شماست. درست مثل یک بچه‌ای میمونه که فرض کنید در 8 سال اول در ایران بوده و الان آمده اینجا و حرف میزنه، تا یه آدم 30 ساله‌ای که 8 سال رفته فارسی یاد گرفته. معلومه میشه فهمید که کدام اصیل است و بهتر. این هفته در دالبی تیتر اسکار توزیع کردن، هفته آینده ظاهرا شما در روز یک شنبه در دالبی تیتر تشریف دارید، برنامه تون چی اونجا؟ عرض کنم همونطور که از تالی میدید ما اتفاقا فردا میشه 24 فوریه. ما 1 ساله که از آغاز کار رادیو همراه گذشته و بنابراین جشن 1 سالگی رادیو رو در همون جایی که دیشب مراسم اسکار برپا بود خواهیم داشت از ساعت 5 تا 9 شب. و اونجا می‌بینید 3402 نفر با نوع صندلی‌هایی که البته بیشترش اونجا اصفهان کمیشو تغییر میدن در اختیار ماست و همون در 2 هفته اول بیش از 90% اون رو دوستان خوب و عزیز به خاطر یاری و همراهی با رادیو همراه و ضمناً به خاطر محبت و لطفی که به همکاران من داشتن گرفتن. و بنابراین ما درست هفته آینده همونجا از ساعت 5 تا 9 اون رو خواهیم داشت.
امید ما این بود که بتونیم اون رو مستقیم پخش بکنیم، ولی بعداً چند نفر از خوانندگان خوب و عزیز ما گفتن که مایل نیستن، نه اینکه تصویرشون پخش بشه، نوع تصویرشون رو میخوان در اختیار داشته باشن، و بنابراین این عزیزان که کاملاً میشه بهشون حق داد مایل بودن که ما چنین نکنیم. بنابراین ما از اونجا فیلم برداری کامل خواهیم کرد و بعداً با اجازه دوستانی که راحت هستن یا اگر میخوان تصویر دیگه‌ای رو جاش بگذارن، که البته من باش راحت نیستم، حداقل قسمت‌هایی که دوستان اجازه میدن رو پخش خواهیم کرد. بنابراین 5 تا 9 اتفاقاً امروز یه ذره ضرب و جمع کردیم، قیمت ما تا 9 و نیم هم احتمالاً گرفتن، ولی سر ساعت 5 برنامه رو شروع خواهیم کرد همون گونه که قرار بوده در همون محل. آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه ازتون پاسخ میخوام، با تمام سوابقی که دارید، با چندین هزار بیننده‌ای که باشون صحبت کردید، ساعت‌های متعدد، چندین هزار ساعتی که برنامه رادیویی و تلویزیونی داشتید، همه این سال‌های طولانی، تجربه رادیو همراه برای شما از چه نظر جالبه و چه ویژگی رو پیدا کردید در این دوره تجربه کردید که با تجربه قبلیتون متفاوته؟ ببینید جان فرزنده، چند تا نکته است. کمترینش اینه که به هر حال چون رادیو به من تعلق داره و یه نگاه دیگری بشتم تا در رادیویی که 13 سال و 9 ماه و 25 روز در اونجا بودم، چون من 6 مارس میشه درست 15 سالی که برنامه رازها و نیازها رو در رادیو و سپس در تلویزیون ها داشتم. نکته دوم شرکت کنندگانه جان فروزنده، مثلا برنامه های صبح و به طور کلی 90% کسانی که روی خطش میارن تحصیلات عالی دانشگاهی دارن و سنا بین تقریبا 25 تا 40، و بعد این افراد تحصیل کرده که بسیاری در رشته های فوق العاده مهم استادان دانشگاه هستن، حتی همین امروز داشتم 3-4 تاشون رو، همین امروز تو 8 نفری که صحبت کردم 4 تاشون درجه دکترا داشتن از دانشگاه، و بعدم حتی یکشون دوتشون استاد بوده، حتی یکی فوق تخصص داشته. اصلا نوع گفتگوها فرق کرده و عوض شده و به همین جهت است که به منم یه فرصت داده. ضمناً به هر حال هر اندازه‌ام که آدم کم استعدادی باشید، بعد از 15 سال و صحبت کردن با بیش از 25,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون و یه چیزی نزدیک شاید 15,000 ساعت گفتگو رو من داشتن، برای تغییر تفاوتی پیدا میشه. ولی دوستان منو به چالش میکشونن. من یکی دو هفته گذشته بانوی ارجمندی اومدن سر مسئله کار کردن خانم ها. مسئله ظاهرا ساده ای بود، ولی به گونه ای که ایشون مطلب رو مطرح میکردن و یکی بعد از دیگری من رو روبروی دیوار قرار میدادن و شلیک میکردن، به من یه فرصت دفاعی داد که فوق العاده خوشحال بودم از اون گفتگو. بنابراین بسیار از اوقات سوالات وقتی که عمیق، سنگین، دقیق و ضمناً دوستان اون رو به خودشون و زندگیشون مرتبط میکنن، یه فرصت طلایی رو به من میده. ضمناً من الان خب روزی 4 ساعت اونجا هستم، 9 تا 11 و 4 تا 6، 4 ساعت این برنامه رو دارم و باور کنید حتی یک آن نیست که تمام خطوط ما اشغال نباشه. یک آن، یعنی به مجرد که اگر کسی بره یا قطع بشه، نفر بعدی که معلومه اولین کسی است که تونسته در ارتباطه، و خوشحالم که از سراسر جهان و به ویژه مقصد برنامه‌های صبح از کشور خوب و عزیزمون و دوستان و هموطنان ایرانی من تلفن دارم. حالا با این اظهار نظرهایی که امشب من نمونهشو برای شما خوندم، وجود شخصیتهایی مثل شما غنیمته و امیدوارم عمرتون دراز باشه، توان گفتگو داشته باشید و به هر حال وجودتون وجود موثری است. لطف محبت بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.